سلام، روز همگیتون بخیر. ادامه فصل کاربرد مشتق رو میخواییم با هم بریم با بحث نقطه عطف. خب میخواییم ببینیم نقطه عطف چیه، چه چیزی باید در موردش یاد بگیریم و چطوری میشه پیداش کرد. ببینید بچه ها، نقطه عطف همونطور که تو جزوه‌تون هم میبینید تعریفش رو، نقطه ای که سه تا ویژگی باید داشته باشه. اولی ویژگی، تابه باید توش پیوسته باشه. تابه باید توش پیوسته باشه. خب ویژگی دوم که نوشتم شده اینه که نمودار تابه در آن دارای خط مماس باشد. حالا این یعنی چی برای توضیح میدم؟ فلسفه کن. و ویژگی سوم، جهت تقعر در آن نقطه عوض شود. خب یعنی چی؟ نمودار تابه در آن دارای خط مماس باشد یعنی چی؟ معنیش اینه مشتق اول در نقطه x مساوی c حتما وجود داشته باشد، یعنی اف پریم سی یک عدد حقیقی شود. یک عدد حقیقی شود یعنی چی؟ بشه دو، بشه سه، بشه صفر، بشه رادیکال سه، بالاخره یه عدد بشه. اوکی؟ و یا در صورت وجود نداشتن، در صورت وجود نداشتن فقط و فقط، خیلی روی تاکید دارم، فقط و فقط یکی از دو حالت زیر رخ دهد. دو حالت زیر چیه؟ یا مشتق راست و مشتق چپ جفتشون بشن مثبت بی نهایت، یعنی شکلم در اون نقطه ایریختی بشه، و یا مشتق راست و مشتق چپ هر دوتا بشن منفی بی نهایت، یعنی شکلم ایریختی بشه. دقت کردی؟ پس این که بگیم نمودار در اون دارای خط مماس باشد، منظورمون اینه که مشتق اول تو اونجا باید وجود داشته باشه، یک عدد بشه. اف پریم سی مثلا بشه دو، مثلا بشه پنج یا هر عدد دیگه. فقط و فقط این دوتا رو ما میپذیریم به عنوان جاهایی که مشتق اول وجود نداره و نقطه عطفه. اون جاها چی هست؟ هر دو طرفش دوتا بی نهایت یکسان بشه، یعنی هر دو طرف بشه مثبت بی نهایت، این شکلی باشه تا به استایلی سعودیه، و یا هر دو طرف بشه منفی بی نهایت، این شکلی بشه و استایل تا به نزولیه. اوکی؟ خب حالا شرط بعدی چی میگه؟ جهت تقعر در آن نقطه عوض بشه. این یعنی چی؟ یعنی علامت افزگون در آنجا عوض شود. ببینید بچه ها، ما یه مشتق اول داریم یه مشتق دوم. اوکی؟ مشتق اول چیا رو به همون میداد؟ دو چیز رو، یکی سعودی نزولی بودن میداد و یکی نقطه های ماکسومین نسبی یا همون اکسترموم های نسبی رو میداد. درسته؟ مشتق دوم چی رو به همون میده؟ اونم دو چیز رو، یک تقعر برای معلوم میکنه. تقعر چی بود؟ گودی بود، میتونست رو بالا باشه و میتونست رو پایین باشه. و دومین چیزی که مشتق دوم برای معلوم میکنه نقطه عطف. نقطه عطف جز نقطه های مهم تابه است. سه تا شکل تو جزوه هم براتون کشیدم، پای تخته میارم. ببینید تو این شکل ها میخواییم ببینیم آیا عطف داریم یا نداریم. خوب نگاه کن بهشون.
اینم دومیشه، اینم شکل سه. خب تو شکل اول عطف داریم یا نداریم؟ بذار خود گولت بزنم ببین تقعر داره عوض میشه، پس عطف دیگه ها؟ نه. تو میگی اولین شرطی که گفتی چی بود؟ پیوستگی. اینجا تابع پیوسته نیست، پس این عطف حساب نمیشه. خب اوکی، تو آدم چیزی هستی، اینو رو با کن. حالا هم پیوسته است هم تقعر داره عوض میشه، این عطف باشه الان؟ نه، اینم نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه خط موماس نداره. از این طرف چنین نیموماسی داریم، از این طرف چنین نیموماسی. ما کی موماس داریم؟ وقتی یه خط باشه، یه دونه فقط. اوکی؟ پس اینم عطف نیست، اما سومیه عطف هست. چرا؟ چون تابع که پیوسته است شرط اول داره، خط موماس هم داریم، تقعر هم عوض میشه. پس یادت باشه نقطه عطف نقطه نازنازیه، شرایطش یه خورده بیشتر از اکسترمومه. اکسترموم نسبی میگفت تابع پیوسته باشه نباشه مهم نیست، نمیدونم مشتق‌پذیر باشه نباشه مهم نیست، هیچ کدوم از اونها اهمیتی نداشت، فقط خوب نسبت به دور و بر خودش بالاتر باشه یا پایین‌تر. اما نقطه عطف اولا باید تابع توش پیوسته باشه، دوما خط مماس باید داشته باشه، و سوما جهت تقعر حتما در اونجا عوض بشه. اگه این سه اتفاق بیفته میشه نقطه عطف. خب حالا نقطه عطف رو ما چطوری پیدا کنیم؟ میریم سراغ افسگون و ریشه های افسگون رو به دست میاریم و تعیین علامت میکنیم. اونجاهایی که علامت تغییر کرد میشه نقطه عطف. حله؟ بریم با هم مثال رو شروع کنیم. خب مثال اول رو ببینید. اف ایکس مون هست x دو منهای 5x به اضافه 3، f گیریم میشه 2x منهای 5 و f زگوند میشه 2. خب این اصلا ریشه نداره، پس این تابع عطف نداره. کلن یادت باشه درجه دوم جماعت نقطه عطف نداره. چرا نداره؟ چون تقعر یا بودیش اصلا تغییری نمی کنه. مثلا این تابع همیشه تقعرش به سمت بالاست، تغییر نمی کنه، پس این تابع نقطه عطف نداره. خب مثال بعدی رو نگاه کن. اف ایکس مون هست ایکس منهای 6 x دو به اضافه 7 x به اضافه 11. اف گیریم میشه 3 x دو منهای 12 x به اضافه 7، اف زگون 6 x منهای 12. آقا این معادله یه ریشه ساده داره، پس این تابع یه دونه نقطه چی داره؟ عطف داره. حتما میدونی لازم به کشیدن این جدوله نیست، ولی باز برات میکشم که تو نقطه دو اف زگوندم صفره، از دو بیشتر مثبته، از دو کمتر منفیه. خوب دقت کن، مهم نیست علامت از منفی به مثبت میره یا از مثبت به منفی میاد، فقط مهم اینه که تغییر کنه. تغییر کردن این معنیش چیه؟ تغییر تقعر. یه چیزی هم برات بگم، این تابع درجه سه بود درسته؟ تابع درجه سه هم دقیقا یک عطف دارد. نگفتم حد اول یا حد اکثر، مثلا وقتی که میگیم آدم ها یه دماغ دارن، نمیگیم حد اول یه دونه یا حد اکثر یه دونه. پس درجه سه هم دقیقا یه دونه عطف داره. خب مثال بعدی رو نگاه کن. تابعه کسری میشه این دفعه، میشه x
بریم x2 به اضافه 1. خب f ویلیوشو به دست میارم، مجتمع صورت در مخرج منهای مجتمع مخرج در صورت به روی مخرج به زبان دو. آقا یه خورده مرتبش کنیم اینو، میشه منهای x2 به اضافه 1 به روی این. خب از این قرار دوباره مشتق بگیرم. خب میشود مشتق صورت در مخرج منه مشتق مخرج. مشتق مخرج چه داری بود؟ توان میاد ضریب میشه، یکی از توانش کم میشه در مشتق پایش که دو x باشه ضرب میشه. پس میشه 4x در x به اضافه 1 در صورت. حوصله داشته باش و از شلوغی عبارت نترس. تو قرار نیست اینا رو به تمام برسونی ضرب کنی، یه کوچولو اگه حواست جمع کنی ببینی که میشه فاکتور گیری کرد. من تو صورت از چی میتونم فاکتور بگیرم؟ میتونم از منهای 2x در x2 به اضافه 1 فاکتور بگیرم. خب چی میمونه؟ اولی رو نگاه کن، منهای 2x رو گرفتم، یه دونه x رو به اضافه 1 شم گرفتم، پس یه دونه x رو به اضافه 1 میمونه. اینجا هم منهای 2x در x رو به اضافه 1 گرفتم ازش، پس یه دور رو ببر دون ضرب کن، منهای 2x رو به اضافه 2. این هم که مخرج مونه. حالا چی میشه؟ یه دونه از این ماهی میپره. الان f زگوندم شد منهای 2x در منهای x رو به اضافه 3. مخرج هم که کاری بهش نداری، بس برمون سر جای خودش. خب حالا اینو مساویه صفر میذارم. کسی مساویه صفر میشه که صورت صفر بشه. پس منهای 2x در منهای x رو به اضافه 3 مساویه صفر، ریشه ها صفر، رادیکال صفر، منفی رادیکال صفر. این تابه چند تا حرف داره؟ سه تا. اگه دوست داشته باشی بدونی شکلش چجوری میشه، شکل تابه تیریختیه. ببین و این یه دونه، این یه دونه، این هم یه دونه، سه تا هم عطف داره. توی نظام قدیم نکته های عجیب غریب زیادتری هم مطرح میشد. اوکی؟ که حالا کاری خیلی بهشون نداریم، مثلا اینکه نقطه های عطف روی یک خط باشن و از اینجور مطالب هم مطرح میشد که شما دیگه با اونا کاری ندارید. حتی شیوه رسم این تابر هم شما دیگه نمیخونید. چرا؟ چون رسم نموداری که شما دارید خیلی خیلی مختصر شده بحث رسم نمودار نظام قدیمی هست. اونا همه جور تابعی رو از جمله کسری هایی که صورت مخرج چند جمله ای هم رادیکالی هم مثلثاتی هم همه رو یاد میگرفتم رسم کنن، اما شما این رسم ها رو ندارید. چکلم خودم براتون کشیدم برای که صرفا ببینید وقتی تابع سه تا نقطه عطف داره چه شکلی میشه. حله؟ تا اینجا همه چی آرومه؟ خب مثال چهارم ببینید بچه ها. مثال چهارمون یه تابع مثلثاتیه، سینوس x به اضافه کوسینوس x. f پریم رو میگیرم، کوسینوس منهای سینوس. چون میخوام عطف پیدا کنم با f پریم کاری ندارم، ازش رد میشم. f زگون میشه منفی سینوس x منفی کوسینوس x مساویه صفر. آقا از اینجا سینوس میشه مساوی منفی کوسینوس. خب میخوام این معادله مثلثاتی رو حل کنم. راحت ترین راهش اگه یادش بیاد از فصل مثلثات اینه که دو طرف رو به یک کوسینوس تقسیم کنیم. خب اگه به کوسینوس تقسیم کنم سینوس به کوسینوس میشه چی؟ تانژانت. اون طرف هم میشه منهای یک. حالا منهای یک تانژانت چه زاویه‌ای بود؟ یه خورده فکر کن، منفی پی چهارم بود. پس x کاپی منهای
پی چهارم. یادمون هم نره همیشه تو معادله مثلثاتی کا عدد صحیحه. پس از اینجا چند تا جواب به دست میاریم؟ بی شمار. پس این تابه چند تا عطف داره؟ بی شمار عطف داره که به قیافش هم میخوره. تابه های مثلثاتی تمام این نقطه ها توشون تقعر داره عوض میشه. دیگه کن پایینه بالا میشه، اینجا بالاه پایین میشه. پس این تابه چند تا عطف داره؟ بی شمار. خب میریم سراغ تمرین بعدی. سوال بعدی میگه که تابع fx مساویه x منهای 1 قدر x به اضافه 1 چند نقطه عطف دارد. خب برای اینکه نقطه های عطف رو پیدا کنیم باید بریم سراغ مشتق دوم. برای اینکه از این دوبار مشتق بگیرم اول یک کاری کنم که ریخت این قدر مطلقه رو دیگه نبینم. خب پس اینو دو ضابطه ایش میکنم. برای ایکسایی که بزرگتر و مساوی منهای یکن این خودش میاد بیرون و ضرب میشه، و برای ایکسایی که کوچیکتر از منهای یکن قرینش میاد بیرون. اوکی؟ یعنی تابع من شده ایکس دو منهای یک منهای ایکس دو به اضافه یک. حواست رو جمع کن، هنوز مشتقی نگرد. اف پریم رو حساب میکنم، 2x منهای 2x. اگه یادم باشه تو چند ضابطه یا میگفتم وقتی مشتق میگیری اول مساوی رو نذار. چرا؟ چون باید چک کنیم ببینیم وجود داره تو نقطه منهای یک مشتق تو مساوی بذارم یا وجود نداره. اگه یه خورده از فصل قبل مطالب تو ذهنت مونده باشه میدونی که ریشه ساده قدر مشتق وقتی کناریش رو صرف نمی کنه توش مشتق وجود نداره. یعنی تو از همون اول هم میتونستی بفهمی که تو منهای یک مشتق نداریم. ولی اگه یادت هم نبود الان منهای دو اینجا بذاریم چند میشه؟ میشه منهای دو. اینجا بذاریم چند میشه؟ میشه دو. اف پریم راست منهای یک میشه منهای دو، اف پریم چپ منهای یک میشه دو. پس مشتق نداره. اوکی میریم سراغ اف سگوند. اف سگوند چی میشه؟ دو منهای دو. یادمون نره دنبال چی بودیم توی سال؟ نقطه عطف. خب آیا اف زگوند ریشه داره؟ اینا رو من میتونم مساوی صفر بذارم؟ نه، اف زگوند ریشه نداره. خب حالا یه نکته مهم، نکته ای که احتمال سوال اومدن ازش تو نظام جدید زیاد نیست ولی بالاخره تو باید یاد بگیری، ممکنه حالا یه درصد خیلی اندکی بخوان ازش سوال بدن. چیو میگم نیاز نیست؟ ببین تو کتاب شما محوریت پیدا کردن نقطه عطف فقط به روی ریشه اف سگونده. یعنی میگه عطف میخوای برو ریشه اف سگوند رو به دست بیار ببین عطف میشه یا نمیشه. خب اما یه نکته یادت باشه، لزوما نقطه عطف ریشه اف سگوند نیست. یه بار دیگه گوش کن به من، لزوما نقطه عطف ریشه اف سگوند نیست. اگر هم به تعریفش دقت کنی میگفت تو نقطه عطف علامت افسگون نوست شد. خب اینو قبلا هم برات گفتم دوباره میگم چون موضوع مهمیه. علامت یک عبارت اطراف دو گروه نقطه عوض میشه. چند گروه؟ دو گروه. گروه اول ریشه هان، گروه دوم جاهایی که وجود ندارند، جاهایی که وجود ندارند. مثلا اصلا از مشتقه دقیقه بخواهیم بیاییم بیرون، شما تابع یک ایکسون رو نگاه کن، تابع یک ایکسون، تابع هموگرافیک دیگه، درسته؟ این ریشه داره آیا؟ نه ریشه نداره. چون ریشه نداره آیا میتونم بگم علامتش هم هیچوقت تغییر نمی کنه؟ نه. تو نقطه صفر که وجود نداره راستش مثبت چپش منفی، پس
تو ذهنت این نباشه که علامت فقط اطراف ریشه ها عوض میشه، اطراف جاهایی که وجود ندارن میتونه عوض میشه. اوکی؟ خب حالا برگردیم به سوال خودمون. ما رسیدیم به این افسگونده که تو نقطه منهای یک داره علامت افسگوند عوض میشه، یعنی تو منهای یک افسگوندی نیست اما راستش مثبت چپش منفی. خب شرط تغییر تفاعل رو داره. میتونم همینجا بگم عطفه؟ نه عجله نکن، دوتا شرط دیگه هم داشت. تابر باید توش پیوسته میبود که خب هست، منهای رو توی این بذارم و توی این بذارم جفتی صفر میشه. یه شرط دیگه هم داشت، چی بود؟ میگفت دارای خط مماس باشه. برای ترجمه کردم دارای خط مماس باشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی مشتق اول اونجا وجود داشته باشه، یا اگه وجود نداشت هر دو ورش یه بی‌نهایتی یکسان بشه. خب ما مشتق اولمون تو منهای وجود داشت، آیا وجود نداشت؟ پس این نقطه شرایط عطف بودن رو نداره، این عطف نیست. و این سوال گفته بود تا به چند تا عطف داره، هیچی نقطه عطف نداره. خب بریم مثال بعدی. مثال بعدی خیلی سبک معروف و رایجی هم هست، یعنی که از گذشتن بارها تو امتحان نهایی میومد، تو کنکور هم مورد توجه بوده. میگه که این نقطه منهای یک و دو نقطه عطف این تاب است، ایکسه به اضافه آیستوره به اضافه 2x به اضافه b. میگه آقا بگو b کدام است. خب اولا نقطه عطف، نقطه بحرانی، نقطه اکسترموم، اینا از آسمون که نمیان که، اینا نقطه هایی از تابن. اوکی؟ پس مختصاتشون در تاب سه میمونه. پس اول اینو بندازم این تو. چطوری بندازم این تو؟ منهای یک میره جای x میشینه، دو میره جای y میشینه، پس میشه دو مساویه منهای یک به اضافه A، منهای دو به اضافه B. نتیجه آی به اضافه B میشه چند؟ پنج. خب این معادله برای پیدا کردن A و B کافی نیست، دیگه چی میخوام؟ دیگه چی بهم داده؟ مگه نمیگه این نقطه عطفه؟ خب پس ایکسش باید افسگون رو صفر کنه. اف پریممون سه ایکس دو به اضافه دو آیست به اضافه دوه، اف زگون شیش ایکس به اضافه دوهه، اف زگوند منهای یک میشه منهای شیش به اضافه دوها مساوی صفر، یعنی آر شد چند؟ سه. این آر رو میدازم تو بالا، بی به دست میاد دو، که خواسته یه سوالم همین بود و بی رو از ما میخواست. خب امیدوارم که تا اینجا اوکی بوده باشه. میخوایم بریم مثال بعدی. مثال بعدی سوال کنکور 96 میگه که این نقطه آ یک و منهای سه عطف این منحنیه، آیسته منهای ایکس دوه منهای سه ایکس به اضافه بیه، مقدار تابه در نقطه ماکسیمومش کدام است؟ خب این عملا دو تا سوال در قالب یه تسته. خب سوال اولش شبیه همین مثال قبلیه بود که با هم حل کردیم، یعنی از این که این نقطه عطف اینه تو اول باید آ و ب رو پیدا کنی. این سوال قبلی مختصات رو میدازیم این تو، میشه منهای سه مساویه با آی منهای یک منهای سه به اضافه بی، از اینجا آی به اضافه بی میشود یک. از طرفی ایکسش هم باید افسگوند رو صفر کنه. البته یه نکته واسه درجه سه بدون میگم، آخر همین صفحه هم نوشته شده، ولی ما فرض میکنیم نکته خاصی برد نیستیم براش. ایگرگ پریم میشه سه آ x2 منهای 2x منهای 3 و y2 6ax منهای 2. اگه یک رو بندازم توش میشه 6ای منهای 2 0، a میشه
میشه یک سوم. این آ رو پرت میکنیم این تو، ب میشه دو سوم. خب بخش اول سوال حل شد، بخش اول سوال حل شد. حالا بریم به سراغ قسمت دوم. این آ و ب رو بندازم سر جاشون، میشه یک سوم x منهای x دو منهای سه x به اضافه دو سوم. حالا چی میگه؟ میگه مقدار تابع در نقطه ماکسیموم. یادت باشه مقدار تابع یعنی ایگرگ تابع. خب من باید از مشتق اول که میشه x دو منهای دو x منهای سه مساوی سه طول نقطه های ماکسیمومی رو پیدا کنم، بعد بفهمم ایگرگشون چقدر میشه. خب این هم جزء معادله‌های معروف درجه دو، حتما باید دکترش رو بلد باشی. جمع این دوتا برابر این شده، پس ما دو ریشه داریم، یکیش منهای یک، یکیش منهای سیاه یعنی سه. خب معلومه چجوری بفهمم کدومشون نقطه ماکسیمومه؟ اشتباه نکنی بگی عدد گنده ماکسیموم ها، نه، ما باید تعیین علامت کنیم. خب منهای یک سه، در این دوتا ایگرگ بیریم بود صفر میشه، بینشون منفی خارجشون مثبت، پس معلومه که این نقطه ماکسه. اوکی؟ سوال منهای رو میخواست؟ نه، مقدار رو میخواست، یعنی اف منهای یک رو میخواست. خب منهای یک رو به عنوان ایکس میذارم توی این تابله، میشه چی؟ میشه منهای یک سوم منهای یک به اضافه سه به اضافه دو سوم. اوکیه؟ مرتبش کنی میشود دو به اضافه یک سوم، جواب آخر میشه هفت سوم. یه ذره سوال حلش طولانی بود به عنوان سوال کنکور، ولی بدون تو کنکور سوال ترکیبی میدن، یعنی میاد دو تا موضوع رو با هم میکس میکنه. خب الان طراح کنکور در این سوال هم نقطه عطف رو از تو پرسیده، هم پیدا کردن ماکسیمومی رو پرسیده، با یک تیر دو نشون زده. اوکی؟ پس اینم سوال کنکور 96 بود که با هم دیگه حلش کرد. خب میریم یه سوال جالب دیگه حل کنیم. سوال بعدی اینه، کدام خط زیر بر تابع x5 منهای 10x2 به اضافه 4 در نقطه عطف آن مماس است؟ خب خوب گوش کن، میگه کدام خط بر این تابع در چی مماسه؟ در نقطه عطف. یعنی اولین کاری که تو باید انجام بدی پیدا کردن چیه؟ نقطه عطف. نقطه عطف از کجا پیدا میکردیم؟ مشتق دوم. اف بیریم چی میشه؟ 5x4 منهای 20x. اف زگون چی میشه؟ 20x منهای 20 مساوی 0، ریشهش میشه 1. پس این میشه نقطه عطف. حالا چی میخواد؟ معادله خط مماس در نقطه عطف. آقا برای پیدا کردن معادله خط مماس ما دو چیز لازم داریم همیشه، یادت باشه، شیب میخوام و نقطه. نقطمون که نقطه عطف. خب وقتی ایکسش یکه، ایگرگش میشه چند؟ میشه منفی 5. پس این میشه نقطه، میمونه شیب. شیب رو چطوری باید پیدا کنیم؟ شیب همیشه از رو مشتق اول به دست میان. خب میگه شیب مماس در نقطه عطف، نقطه عطف هم که یکه، یک رو ور میدارم میذارم تو ایگرگ پریم، پس ایگرگ پریم یک یا اف پریم یک میشه 5 ضرب در یک منهای 20 که میشه منفی 15. اسم این چی میشه؟ ام مماس. خب
الان مواد لازم برای بده کردن خط موماس رو داریم، شیب داریم، نقطه هم داریم. آقا معادله رو سریع بنویس. خب بریم مثال بعدی. مثال بعدی که سوال سراسری 94 هم هست، این هم از اون سوال هست که در واقع اینجوره ترکیبیه. خب یعنی دو تا مفهوم رو با هم توی یک سوال میپرسه، مفهوم صعودی نزولی بودن رو و مفهوم نقطه عطف رو. خب نگاه کن، میگه fx مون هست x منهای m به اضافه 2 در x و به اضافه 3x. میگه اگر این تاب همواره صعودی باشد، آنگاه مجموعه طول نقاط عطفش در کدام باز است؟ تو نمیخوام آخر سوال فلان زوم کنی گیچی. ببین اولش چی میگه؟ میگه تاب همواره صعودی باشد. خب یعنی ما رو مشتق میگیر ازش، مشتق میشه 3x و 2 در m به اضافه 2x به اضافه 3. همواره صعودی باشد یعنی چی؟ یعنی مشتقه همواره مثبت باشه. خب شرط مثبت بودن درجه دو چیه؟ قبلا برای گفتم ها، یادت مونده؟ یادت نمونده ها؟ بذار یادآوری کنم. آیکس دو به اضافه به ایکس به اضافه سی چه زمانی همیشه مثبته؟ وقتی دو اتفاق میفته، ضریب ایکس دوت مثبت، دلتا منفی. و چه زمانی همواره منفیه؟ زمانی که دو اتفاق میفته، ضریب x2 منفی، دلتا هم کماکان منفی. این مال قبل بود دیگه، بارها با هم دیگه اینو مرورش کردیم. خب حالا تو سوالمون میخواییم همواره مثبت باشه، ضریب x2 که مثبت هست میمونه دلتا، دلتا بین و بینای 4 هسته، این به توان 2 میشه چی؟ 4. m به اضافه 2 به توان 2 منهای 4 هسته، منهای 36. دلتای باید منفی باشه، اوکی؟ پس m به اضافه 2 به توان 2 کوچیکتر از 9، یعنی قدر m به اضافه 2 کوچیکتر از 3، m به اضافه 2 بین منفی 3 و 3، و m میفته بین منفی 5 و 1. نگران نباش، این محدوده ام. اوکی بریم ببینیم چی میخواد حالا از ما. میگه مجموعه طول نقاط عطف، نقاط عطف رو چی به دست میان؟ مشتق دوم، یادت که نرفته هنوز، f زگوند رو به دست میارن، میشود 6x منهای 2 در m به اضافه 2 مساوی است. از اینجا x میشه 2 در m به اضافه 2 به روی 6، یعنی m به اضافه 2 سوم. خب من میخوام محدوده نقاط عطف رو بفهمم، من که محدوده m رو ندارم، دارم دیگه، پس اون رو میسازم، کاری ندارم. m به اضافه 2 طرفین رو به اضافه 2 کن میشه منفی 3 تا 3، حالا تقسیم بر 3 کن طرفین رو، میشه m به اضافه 2 سوم بین منفی 1 و 1، جواب گزینه 3 میشه که مساوی هم برای همشون میشد بذاریم. خب 3 تا نکته توی کادر پایین صفحه میخوام به یاد بدنم. اون سه تا نکته چیان؟ نکته اولیه همونی که چند دقیقه پیشم بهش اشاره کردم راجع به تابع درجه 3. در تابع درجه 3 بوم آیست به اضافه به ایست و به اضافه سه ایست به اضافه دی. خب قالب کلی تابع درجه 3 همینه دیگه. ایکس عطف یعنی طول نقطه عطف مستقیم از این فرمول میتونه به دست بیاد، منهای بی به روی سه تا آ. چی شد پس؟ منهای بی به روی سه تا آ. یادت باشه بی ضریب ایکس دوه، آ ضریب ایکسه. یعنی اگه توی سوالی جاهای دیگه ای آو بداده بود اشتباه نکنی، یا
B ضریب X2 A ضریب X. نکته خوبیه یادمون بمونه که اگه دوتا سوال حل کنی یاده میمونه، ولی only بر درجه سه، بر درجه های دیگه قابل استفاده نیست. نکته بعدی که میخوام به توی کار یاد بدم، نقطه عطف تنها نقطه تاب است. دقت کن، تنها نقطه تاب است که تو اونجا مماس بر منحنی از منحنی رد میشه. ببینید عزیز من، سایر جاهایی که بر تاب خطی مماس میشه، تاب یه طرف اون خط قرار میگیره. خب الان این خطه وقتی مماس باشه، تاب این برش قرار میگیره. اوکی؟ تنها جایی که مماس بر منحنی از منحنی رد میشه نقطه چیه؟ نقطه عطف. چون ویژگی اختصاصی نقطه عطفه یه وقتایی تو کنکور پیش میاد، از جمله سراسری 97 طراح کنکور سوالی پرسیده که توش نقطه عطف داری، کلمه عطف به کار نمیبره، میگه تو فلان نقطه که مماس بر منحنی از آن عبور میکند. یعنی کدوم نقطه است؟ نقطه عطف. اوکی، این هم نقطه دوم. و نقطه سوم که توی کار داریم و خیلی هم مهمه، هر ریشه ای تو افسگون عطف نیست. یعنی چی؟ مگه من تا حالا گفتم مثلا عطف باید بریم میشه افسگون رو به دست بیاریم؟ چرا؟ گفتم. ولی ریشه هایی که اطرافشون علامت عوض بشه، اگر افزگون ریشه مضاعف داشته باشه، ریشه مضاعف افزگون عطف نیست. چرا نیست؟ چون اطرافش علامت عوض نمیشه. مثلا فرض کن ما یه تابه داریم x4، خب اف میلیمت میشه چی؟ 4 هسته. افزگوندت میشه چی؟ 12 x2. اگه من اینو مساوی 0 بذارم، x مساوی 0 ریشش میشه. اوکی؟ خب اگه من بخوام تعیین علامت کنم، خودت میبینی هر دو طرفش افزگون چیه؟ مثبته. پس تفاعلی عوض نشده، پس این نقطه عطف نیست. تو البته با این نکته بیگانه نیستی، قبلا تو افبیریم هم داشتی، ریشه های مضاعف افبیریم هم اکسترمو نبود. یادت میگفتم بعدن میخونیم که اینا چیان؟ الان هم بعدن است. ریشه های مضاعف افبیریم که افبیریم تغییر علامت نمیداد، نقطه های عطف تابه، نقطه های عطف تابه. اوکی؟ پس الان چی فهمیدیم؟ الان فهمیدیم که ریشه مضاعف افسگون عطف نیست. چیه؟ نمیدونم، کاری با آج نکرد. خب مثال بعدی رو نگاه کن. مثال بعدی همون سوال کنکور سراسری 97 میگه که خط راستی بر این تابه مماس شده و از آن عبور می کند. شیب این خط مدام است. نکته کلیدی سوال رو فهمیدی؟ و از آن عبور می کند، یعنی اون نقطه که این خط بر تابه مماس شده نقطه چیه؟ عطف. من اول باید برم نقطه عطف رو پیدا کنم. حالا برای که از این نقطه قبلی هم استفاده کرده باشیم، ایکسش رو میتونیم از اون بریم، منفی بی سه آم میشه چند؟ دو سه آم. ایگرگش چی میشه؟ خب دو سه آم میتونم داخل این قرار بدم تا ایگرگش به دست بیاد. اوکی؟ حالا سوال طوری طرح شده که ایگرگش رو نیاز نداره. چرا؟ میگه اون خطه که برای این تابه در اون نقطه مماس شده شیبش چقدره؟ یعنی خواسته سوال شیب مماس در نقطه عطف. خب شیب از چی به دست میاد؟ ایگرگ بیلیم سه ایکس و منهای چهار ایکس به اضافه سه. حالا دو سوم بنازیم توش، دو سوم به توان دو، چهار تا دو سوم به اضافه 3، این میشه 4 نهم ضرب 3 میشه 4 3 و
منهای 8/3 به اضافه 3 میشه منفی 4/3 به اضافه 3 آخرش میشه 5/3 میشه گزینه 4. خب سوال بعدی، سوال بعدی میگه که تابع 1/5 x5 1/4 x4 2x اینم چند تا عطف داره؟ خب مسیر ساده و روشنه، میریم سراغ f زگود f میریم 5 بیاد 1/5 با خودش میبره میشه x4 4 هم 1/4 میبره x3 به اضافه 2 f زگود میشه 4x3 منهای 3x2 اوکی؟ خب این رو اگه من مساوی صفر بذارم میتونم از یه x2ش فاکتور بگیرم 4x منهای 3 مساوی 0 x2 مساوی 0 x مساوی 0 میشه ریشه مضاف و از اینجا 3/4 رو ریشه ساده است. خب این که قطعا عطف میشه ولی اون مضاعف عطف نمیشه. خوب نگاه کن به جدول تعیین علامت، از 3/4 بیشتر علامت مثبته، کمترش منفیه. اینجا رو نگاه کن، از 0 کمتر یه عدد بذار، مثلا بذار منهای 1، خب این میشه منفی میشه مثبت، پس منفیه، یعنی اینجا علامت هفزگون دوباره نشد، یعنی این عطف نیست، فقط این عطفه. با اینکه تابع من درجهش 5 بود فقط یه دونه نقطه عطف داره. اوکی؟ خب اما یه مطلبی میخوام برات بگم راجبه تابع‌های چند ضابطه‌ای و رادیکالی. دو تا مثال هم داریم، حالا یکیشو برات حل میکنم کفایت میکنه. ببین محوریت کتاب شما اینه که واسه پیدا کردن نقطه عطف بریم سراغ ریشه‌های افزگون، اوکی؟ و اونها رو پیدا میکنیم، اونایی که عطفشون علامت تغییر میکنه میشه نقطه عطف. اما گاهی وقتا هست تو نقطه عطف مشتق دوم وجود نداره، اوکی؟ تقاعد عوض میشه ولی مشتق دوم وجود نداره. ما باید تو مثالامون اینا رو هم ببینیم. من یه مثال برات حل میکنم تا موضوع برات روشن شه. ببین مثال سختی هم نیست در نظام قدیم و به شما یه خورده حالا اوکی نیست. میخوایم نقاط عطف این تابع رو از راه محاسبه ببینیم. خب پس من باید از چند بار مشتق بگیرم؟ دو بار. خب اینو می نویسم به دوال 1/3 f بیریم 1/3 x منهای 1 به دوال منفی 2/3 f زگون منفی 2/9 x منهای 1 به دوال منفی 5. آقا اینو مرتبش کنیم میشه منفی 2/9 1 به روی فرجسته 1 منهای 1 به توان 5. هدف یاده داره ما هدف پیدا کردن نقطه عطف. خب افزگود ریشه نداره، افزگود ریشه نداره. چرا ریشه نداره؟ چون کسی میتونه صفر بشه که صورتی صفر بشه، ما که صورت ایکسی نداریم پس ریشه نداره. خب ریشه نداره بگیم تعطیل، بگیم نقطه عطف هم وجود نداره؟ نه، ممکنه جایی باشه که تو اونجا افزگون تعریف نشده باشه ولی سه شرط نقطه عطف رو داشته باشه. نقطه اینجا میبینی که توش افزگون وجود نداشته باشه؟ بله، ریشه مخرج افزگون 1 وجود نداره. خب بریم ببینیم این نقطه میتونه عطف باشه آیا؟ تو نقطه 1 افزگون نیست. سمت راست 1 علامت افزگون چی میشه؟ عدد بده بهش، 2 بده، 3 بده، این مثبت یه منها میاد توی ضرب میشه، میشه منفی.
پس این ورش میشه مثبت. آقا شرط سوم رو داره، تقعر عوض شد. اوکی، امیدوار باشیم، بریم جلو. دارم آیا تابع اصلی بود تو یک پیوسته بود؟ آره، فرض فرده، همه جا پیوسته است، مشکلی هم نداره. پس دو تا شرطمون برقراره. مون یه شرط دیگه، چی بود اون شرط دیگه؟ یادت مونده یا نه؟ تکرار کن با خودت. اون شرط دیگه این بود که اسپریم در اونجا وجود داشته باشه، یا اگه وجود نداشت هر دوبرش دو تا بینوید یه جور بشه. بریم ببینیم اینجوریه اینجا. یا اسپریم میشه یک سوم یک به روی فرجسه این به توان دو. خب معلومه که یک ریشه مخرجه، پس اسپریم یک وجود نداره. اما اسپریم راست یک و اسپریم چپ یک جفتشون میشن مثبت بی نهایت. یعنی چی شد؟ یعنی شرایط نقطه عطف داره. پس این نقطه بهش میگیم نقطه عطف. قدیما بهش میگفتن عطف قائم. الان دیگه کتابتون همچین اصطلاحی نداره. از نظر قیافه این شکلی میشه آبی ما، و این نقطه اینجاست، این هم میشه مقاس قائمش. قبلنا آخر کلمه عطف یک کلمه دیگه هم اضافه میکردن، میگفتن عطف افقی، عطف مایل، عطف قائم. هنوز ممکنه تستاشو تو بعضی کتاب ببینید. اونا نسخه های قدیمی دیگه وجود نداره. اون کلمه هی که میومد بعد عطف شکل مماسو در اون نقطه نشون میداد. فهمیدی چی شد؟ عطف افقی یعنی عطفی بود که توش مماس افقی باشه. عطف قائم عطفی بود که توش مماس یه خط قائم یا عمودی باشه. پس ما دیگه با اون اسم ها کاری نداریم. اوکی؟ خب بریم با هم یه مثال دیگه حل کنیم. مثال بعدی سوال کنکور بوده، سوال کنکور 89. اما خب سوال جالبیه و اگه طراح کنکور بخواد توی موضوع وارد بشه از این تیپ ها میتونه بده. با تاکید میکنم احتمال آمدن سوال اینطوری تو کنکورتون زیر 1%، یعنی احتمالش خیلی ضعیفه، یعنی به مطالب کتابتون خیلی نمیخوره، به نظام قدیم میخوره. ولی خب میدونید که کنکور و قابل پیشبینی نیست. خب میخوام ببینیم تا به چند باید افیلمش رو میگیرم میشه 3x و منهای 6x، مشتق این عدد که صفره، مشتق این هم میشه 9 به روی x. واسه منهایی که طبق عادت مساویش رو اول نمیذاریم تا بررسی کنیم. خب الان منهایی رو اینجا بذارم چند میشه؟ افیلیم راست منهایی 1 سه به اضافه 6 میشه. افیلیم چپ منهایی 1 چی میشه؟ اگه منهایی رو اینجا بذارم اونم میشه 9. پس تو منهایی مشتق وجود داره، پس مساویش رو یادم نده. ما دنبال عطفیم، پس باید بریم تو را به مشتق دوم. مشتق بالایی 6x منهای 6، مشتق پایینی کسریه، مشتق صورت در مخرج 0 منهای مشتق مخرج که 2x در صورت، یعنی میشه منهای 18x به x شان، یعنی منهای 18 به روی. خب این شد افزگوند ما. من یه بار دیگه مرتب شده شو بنویسم. 6x منهای 6 و منهای 18 به x. خب جایی هست که افزگوند صفر بشه؟ بله، ریشه این که برابر چنده؟ پایینی ریشه داره؟ نه. میخوام برم سراغ تعیین علامت افزگوند برای بده کردن عطف ها، ولی حواست باشه فقط ریشه ها مهم نیستن، جاهایی که وجود ندارن مهمن. خب علاوه بر اون که ریشهش بود جایی هست که وجود نداشته باشه؟ بله، نقطه منهای 1 و
نقطه منهایی. خب تایید علامت میکنم. بیشتر از یک مثبت، کمترش منفی. یک ریشه این بود. اینو تایید علامت کردم. از منهای یک به قبل یه عدد بندازیم توش. مثلا منهای دو، منهای سه، هر چی که بذاری این کسر چی میشه؟ مثبت میشه. در این که این عطبه اصلا تردیدی وجود نداره. میمونه این علامت افزمون عوض شد یا نه؟ شد. تابع تو منهای یک پیوسته هست یا نه؟ منهای یک بذارم میشه منهای چهار، این هم منهای چهار پیوسته هست. مشتق اول تو منهای یک وجود داشت یا نه؟ وجود داشت. پس این هم عطفه، یعنی تابعمون دوتا عطف داره. تموم شد کلا این بخش، تموم شد حرف، تموم شد.